خب سلام، من سعید کرامت هستم از رادیو نقشه با قسمت ششم آموزش تدارستشن لایکا در خدمتون هستم. قبل از هر چیزی حتما کانال رادیو نقشه رو سابسکرایب کنید تا دلگرمی برای تولید ویدیوهای بهتر باشه. خب این جلسه بیشتر میریم سمت در واقع سراغ فری استیشن. من میخوام اینو به طور کامل یاد بگیم. توی جلسه های قبلی استیک آوت و سوروینگ رو کار کردیم، حتما برید توی ویدیوهای قبلی رو ببینید و این جلسه هم بیدیم سراغ فری استیشن. خب F3 رو میزنیم، وارد برنامه میشیم. اولین قسمت ست جابه. اگر جابی دارید که قبلا پیش فرض بوده و میخواید ادامه بدید انتخاب میکنید یا یه جاب جدید میسازید. مثلا من اینجا میذارم PHG2. بهتر اسمای خوب بنویسید، قابل فهم تر باشه مثلا به پروژه‌ای که دارید. چون اینجا تسته، من یه اسم همینطوری وارد کردم. خب جواب ما ست شد. قسمت ست accuracy limit، شما میتونید یک لیمیتی تعریف کنید، یعنی مثلا اگه این آن کنید بگید مثلا من خطای من بیش از 2 مثلا سانتیمتر نباشه، و وقتی از این تجاوز کنه دیگه خطا میده و دوربین توجیه نمیکنه. یه استاندارد دیویژن، انحراف معیاری براش تعریف میکنید و بعد از اون نسبت به اون میاد در واقع اگر بیشتر از اون مجاز نباشه بهتون پیغام میده، میگه من نمیتونم، یعنی از این حد گذشته. خب ما این آف میکنیم، کاری نداریم. و اگر سر پروژه خودتون هستید بر اساس دقت کارتون حتما اینو آن کنید. میدیم F4 رو میزنیم. اینجا استیشن میخواد جایی که دوربین ما در واقع مستقره. اگر شما میخواید دوربینتون رو در واقع اون نقطه‌ای که دوربینتون روشون هست، مثلا یه جایی رفتید میخکوبیدید یا نه همینطوری گذاشتید، حالا من برم اتوکد رو باز کنم، مثال دوربین ما اینجاست، ولی این نقطه رو میخواید در واقع بعدها برای استفاده بعدی لازم دارید، اینجا حتما ارتفاع دوربین رو وارد کنید. برای اینکه این ارتفاع رو وارد کم کنه و ارتفاع این نقطه رو به ما بده، در واقع اون نقطه ای که محاسبه میکنه با ارتفاع دقیق. ولی الان به هر دلیلی که لازم ندارید و صرفا برای توضیح و برداشت بخشی، مثلا دوتا نقطه داریم اینجا، ما فرض کنیم مثلا اینجا یک ساختمونی بوده هستش و دوربین تو اینجا بوده، اینجا رو برداشت کردید، از اینجا انتقال مختصات دادید و این دوتا این قسمت رو میخوایید برداشت کنید و الان فقط صرفا برای برداشت این محدودات و این نقطه رو نمیخواید. پس در اون صورت نیازی هم نیست ارتفاع دوربین رو وارد کنید، هر عدد میخواید باشه. اینجا میتونید به اون یه مثلا اسم بدید، ما میذاریم S1. اوکی میکنیم. اینجا در واقع مختصات یکی از نقاط میخواد، ما اینو میدیم. بیم آ آ1. اوکی میزنیم، یکی نقطه وجود نداره. ENH رو میزنیم. خب بریم توتوکت، مختصدش 253.680 1064 811. خب اینو وارد میکنیم اینجا 900. چون ما اینجا رو زدکایی نداریم پس هم واردم نمی کنیم. اوکی. بعد زاویهش 324 درجه و 4471 همینجا وارد میکنیم. و فاصلش هم 79.66 گیرده. این ویدم اپدیت میکنیم و آل میزه. اینجا ارتفاع رفلکتوره که حتما باید دقیق باید کنید اگر ارتفاع رو لازم دارید. اوکی میکنیم، آل میکنیم
نکست پیتی میزنیم میریم نقطه بعدی. اینه چشو وارد میکنیم، اینم 82 40 اینم 10 32 12 30 اینم وارد میکنیم 82 40 خب باز دادم چه کاری نداریم. اوکی واصلش هم دوازایش هم 68 درجه و 8 و طولش هم 88 52 اپدیت و آل میکن. وقتی آل میزنی اگه شما با همین دوتا نقطه باشه اصلا نقطه دیگه ای داشته باشید میتونستید نیکس پیتی بزنید، ولی با همین دوتا نقطه هم کافیه. کامپیوت میزنیم ببینید که استیشن ما رو در واقع ایکس وای ما رو 1000 تا دقیقا همین مختصات همین نقطه رو بر ما محاسبه کرد. چون اینجا کاملا ریاضیاتیه، همه چیز دقیقه، با هیچ خطایی اینو حساب کرد و اگر استاندارد دیویژن بزنید همشون صفرن. طبیعتا خب اینجا با دنیای واقعی فرق میکنه، اونجا خطاهایی در حد مثلا چند میلیمتر یا تا سانتیمتر خواهید داشت، اگر همه صفر باشن اصلا غیر طبیعیه. ولی اینجا خب سیمولیشنه و قطعا یه محیط کاملا ریاضیه. اوکی کنید یه استیشن شما اوکی شد، در واقع توضیح شد. الان میتونید بیاید سووینگ استارت بزنید و شروع کنید به برداشت کردن، یا برید مثلا استیک آوت و استارت کنید، یا هر کاری دیگه، هر کدوم از منوها کارتون رو که میخواید انجام بدید. در واقع دوربین شما با فری استیشن توضیح شد. خب امیدوارم که این جلسه هم براتون مفید باشه. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای مهربان میسپارم.